آرایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال هم بخشی به کتاب‌های آشپزی و دستور پخت خوراک‌های لذیذ اختصاص داشت. در این بخش 46 غرفه از سراسر جهان تازه‌ترین کتاب‌های آشپزی خود را به معرض نمایش گذاشته بودند که در مقایسه با سال قبل دو برابر شده بود. بریت لیپوت صاحب نخستین کتاب فروشی آلمان است که در آن فقط کتاب‌های آشپزی عرضه می‌شوند. او هم سری به نمایشگاه زده و سراغ تازه‌های دنیای آشپزی رفته است. کتاب‌های آشپزی این روزها طرفداران زیادی دارد. یکی از دلایل آن برنامه‌های تلویزیونی آشپزی است. بیننده‌های علاقمند سراغ کتاب‌های آشپزی می‌روند و آنها را می‌خرند. کتاب‌های آشپزی روز به روز محبوب‌تر می‌شوند. در آلمان تنها در 3 ماه نخست سال جاری فروش این کتاب‌ها 10% بیشتر شده است. البته بعضی از کتاب‌ها بیشتر از بقیه طرفدار دارند. این روزها استقبال از کتاب‌های بیشتر است که شامل دستور پخت خوراک‌های فصل هستند یا خوراک‌هایی که با مواد اولیه محلی درست می‌شوند. دستور غذاهایی که با ادویه‌های محبوب سرزمین‌های دور پخته می‌شوند، این روزها کمی از مد افتاده است. von uns allen sehr geliebten, aber doch sehr exotischen und von weit herkommenden Gewürzen und Zutaten gekocht werden. از قرار معلوم این روزها خوراکای آسان و پر ادویه محبوبیت بیشتری دارند. آشپز معروف هایکو آنتونیویچ هم 4th کتاب خود را با نام نان در این نمایشگاه عرضه کرده است. باید بگم که من عاشق کتاب‌های آشپزی هستم. از وقتی که اولین کتابم چاپ شد و بازتاب زیادی داشت، شیفته این کار شدم. در کتاب‌های آشپزی هم می‌شود داستان‌های فراوانی تعریف کرد. های کانتونیویچ در آشپزخانه نمایشگاه کتاب فرانکفورت مشغول آشپزی مولکولی است. اینجا از دستورات علمی در آشپزی استفاده می‌شود. نتیجه رو هم می‌شود در جا امتحان کرد. فرق نمی کند زن باشید یا مرد، همه از غذا خوردن لذت می برند. در نتیجه همه هم کتاب‌های آشپزی را دوست دارند. من از کتاب‌های آشپزی الهام می گیرم و بعد طبق دستور خودم غذا درست می کنم. من از طرح کتاب ها خوشم می آید، مثل سفر کردن در رویاست، آن هم بدون پخت و بس. این روزها کتاب‌های آشپزی سایر کشورها با دستور غذاهای سنتی آن کشورها پرطرفدارند. چنین کتاب‌هایی گوشه‌هایی از زندگی و آداب و رسوم مردم این سرزمین‌ها را به تصویر می‌کشند. این روزها خیلی‌ها زیاد سفر می‌کنند یا حتی در خارج کار می‌کنند و با این غذاها آشنا می‌شوند. در نتیجه وقتی برمی‌گردند دوست دارند این غذاها را دوباره خودشان در خانه‌شان امتحان کنند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت فرصت خوبی برای آشنا شدن با ایده‌های تازه است. کتاب آشپزی خوب ترکیبی است از همه چیز. عکس‌های قشنگ برای من خیلی مهم است. از دستور غذا هم دوست دارم سر در بیاورم. اگر هم دستور پختی سخت باشد مهم نیست. من کتاب‌های آشپزی را کنار تخت خوابم می‌گذارم و شب‌ها با جدیت آنها را می‌خوانم. کتاب‌های اشتها آور. البته اینکه آیا خریدار درست طبق این دستورات پخت و پز خواهد کرد یا نه، مسئله دیگری است.